دوستان گرانقدر به بخش دوم درس روز 36 برنامه کویک بوکس خوش آمدید. امروز ما شما در برنامه کویک بوکس روی یک کماند دیگه که به نام انتر سلز ریسپت یاد می شود صحبت میکنیم. انتر سلز ریسپت کماند وقتی ما شما استفاده میکنیم وقتی ما شما فروشات ما با پولی نقد باشه، یعنی آن کیش باشه. سلز آن کیش وقتی ما میکنیم از کماند انتر سلز ریسپت استفاده میکنیم. انوایس خو قسم بود که مثلا ما وقتی که به یک مشتری یک سرویس میدادیم یا یک آیتم می فروختیم انوایس شمه می دادیم ما شما. وقتی که انوایس می دادیم او مشتری مثلا تا 15 روز تا 20 روز وقت داشت، میشد که مثلا اون نفر امودقه پول برای ما پرداخت کنه و میشه که اون نفر 10 روز بعد پول پرداخت کنه. مگم اگر حساب کتاب ما شما به پولی نقد باشه، فروشات ما شما به پولی نقد باشه، باز ما شما به خاطر ریکارد کردن او ترانزکشن ها از کماند انتر سلز ریسپت استفاده میکنه. مثلا این مشتری به نام علی احمد است، ایس پیش ما یک آیتم خریداری کرد. ما میرم در مینوی اینوینتری در فیزیکل اینوینتری ورکشیت در اینجا ببینید شما ما 8 تا 1 تی بی هارد دیسک داریم و 8 تا فلش داریم. فرض مثال این مشتری از پیش ما در اینجا آمدم در انتر سلز ریسپت در اینجا این مشتری که است از پیش ما 1 تی بی هارد دیسک و 64 جی بی یو اس بی دیسک سه دانه ازیر از پیشم گرفت و سه دانه ازیر از پیشم گرفت و پولش نقد به شکل کیش برای ما داد. میشه مثلا چک بدم میگم نه به شکل کیش پول زیره برای ما چی کرد؟ پرداخت کرد. بعد از او فقط ما سیو این کلوز کلیک میکنم. وقتی که سیو این کلوز کلیک کردی بعد از او اسپلینگ چک هم اگنور میکنم. شما ببینین دا هیستری از این نفر علی احمد بالانس نزیاد شده نکم شده به خاطر از اینکه اینمی ترانزکشنی که ما ریکارد کردیم ای سلز آن کیش بود، با پول نقد ما جنس آیتم فروختیم، پول آمد و آیتم یا جنس یا سرویس ما شما چی شد؟ کم شد. اینجا وقتی پول اضافه میشه که وقتی که ما به یک نفر مشتری انوایس جور میکنیم، باز اگر پولش برای ما پرداخت کرد دور ریسیپمنت میکنم، اگر پرداخت نکرد دیگه پولش چی میشه؟ اضافه مو تو باقی میمانه. چونی کماند انتر سلز ریسپت که است فروشات به پول نقد است، به او خاطر دیگه در بالانس چیز نمیه. وقتی که پول برای ما پرداخت کنه چرا بالانس زیاد شوه؟ یا منفی شوه یا مثبت شوه؟ به خاطر از اینکه پول برای ما داد حسابش کلیر هستن. اینا لگه ما شما به خاطر از اینکه تصدیق شوه برای ما بیایم در اینونتری در فیزیکال اینونتری ورکشیت بیایم. شما در اینجا ببین اینونتری ما 5 دانه شده، 8 دانه بود، از 3 دانش کم شده 5 دانه شده و اینمی سل ریسپت که ما شما در اینجا جور کردیم در هیستری ازی از چه خب پیسه است، چند روپه است؟ 15300 افغانیستان. اینا لگه ما شما بیایم در ریپورت، در ریپورت که بیایم در accountant and taxes بیم در total balance ده اینجا باز آل انتخاب کنم و ده این قسمت ما باز بیم در undeposited fund پول ببینین اضافه شده 1,67,000 افغانی شده. آخرین ترانزکشنی که شما میبینین به نام تایپ ازو که از seller set است و نمبرش دوست و ای از علی احمد است و از چند رو پست از 15,300 افغانی است. یه امره ازو جمع شده مکمل 1,67,000 افغانی شده. یعنی هدف ما از این کماندی است که وقتی که شما فروشات به پولی نقد میکنین شما به خاطر از این کماندی انتر سلز ریسپت استفاده میکنین و اگر به پولی قرض مثلا هایبرید باشه، به پولی نقد باشه و هم به پول قرض باشه، باز ما شما از طریق کریدیت انوایس استفاده میکنین، یعنی از طریق کریدیت انوایس و ترانزکشن در برنامه کویک بوکس ثبت و راجستر میکنین. دیگه بود دوستا درس امروزی ما شما.